یکی از مشکلاتی که خیلی دوستای ما در قسمت موبایلشان با او روبرو هستی است که چطور بتانن برنامه هایی که روی صفحه موبایلشان نصب شده از فروشگاه موبایل اونا را چطور بتانن با حافظه موبایلشان انتقال بدن، چون وقتی یک برنامه را از فروشگاه موبایلشان نصب میکنن روی صفحه موبایلشان باز نمیتانن اون را در حافظه موبایلشان پیدا بکنن. و ما امروز میخواهیم در این مورد دمرایتان صحبت بکنم. دیگه ادامه این ویدیو را حتما تا آخر تماشا بکنید. سلام و احترام خدمت تک تک شما دوستای عزیزی که همین ویدیو را میبینین، خوشحال هستم که بازم در خدمت قرار دارم. خب دوستای عزیز، به خاطر از این کار ما نیاز به یک اپلیکیشن داریم به نام اپ بیک اپ رستور که ایره شما باید از فروشگاه موبایلتان دانلود بکنین. و همچنان ما این اپلیکیشن را در چنل تلگرام تک با ادریس میگذارم، از اونجا شما میتونین اون را نصب بکنین. و بعد از اینکه ایره نصب کردین ایره شما باز میکنین که ما فعلا طریقش براتون آموزش بدم، دیگه بریم و طریقش یاد بگیریم. خب دوستا عزیز، ما این اپلیکیشن را باز میکنیم. این همون اپلیکیشن است که ما قبلا براتون یادآوریش کردم. خب در اینجا باید یکم منتظر باشیم. خب اینجا قسمی که میبینین برای ما برنامه ها را باز کردی، تمام همون برنامه های است که ما روی صفحه موبایل خود داریم، یعنی روی صفحه موبایل خود نصب کردیم. و از اینجا ما دو بخش داریم، یکیش این بخش است که امو برنامه های را برای ما نشان میده که ما روی صفحه موبایل خود نصب کردیم. اینجا شما امو لیست برنامه هایتان میبینین. و همچنان این بخش دیگه که است، در اینجا ما میتونیم امو برنامه های را ببینیم که بعدا باز ما اینا را بیکاپ میگیریم و در اونجا میتونیم امو برنامه ها را پیدا بکنیم. که ما برای فعلا یکی از این برنامه ها را انتخاب میکنم و شما میتونید از قسمت سمت راست شما برنامه ها را انتخاب بکنین و همچنان میتونید چندین برنامه ها را انتخاب بکنین و به حساب یک جایی اینا را به طریق اپ بیکاپش بگیرین. و یا هم از قسمت پایین شما روی گزینه اگر کلیک بکنین میتونید تمام برنامه ها را به طریق انتخاب بکنین و تمام برنامه هایتان با یک کلیک بیکاپ گرفته میشه. که من فعلا نمیخوام این کار انجام بدم و فقط همین برنامه اول که وان انترو است امیره میخوایم که بیکاپ بگیرم. و بخاطر بیکاپ گرفتن ما در قسمت پایین در قسمت گزینه بیکاپ کلیک میکنیم. خب اینجا برای ما بیکاپش میگیره و از اینجا میتونیم در قسمت آرچیو است یا هم آرکایو، در این قسمت ما میتونیم امینا را ببینیم. مثلا در اینجا شما میبینیم که همون برنامه وان انترو را ما فعلا بکاپش گرفتم. و از اینجا دوباره اگه بخوایم که این برنامه را از اینجا پاک بکنیم یا هم از اینجا حذف بکنیم، از این قسمت باز هم همون کار میتونیم انجام بدیم. مثلا در قسمت پایین در قسمت رستور باز کلیک میکنیم و این عمل بالای برنامه اجرا میشه. که این برنامه یا این اپلیکیشن خیلی ساده است کاربرد، شما میتونید با همین سادگی برنامه های مورد نیازتان بیکاپ بگیرین یا هم در حافظه موبایلتان انتقال بدین. و دیگه چیزی خاصی نداره این اپلیکیشن. و در قسمت بالا روی سه خط اگر ما کلیک بکنم در اینجا برای ما چند گزینه را باز میکنه. که در این قسمت چیزی خاصی وجود نداره و چیزی مهمی نیست. در قسمت سیتینگ اگر ما کلیک بکنیم بعضی چیزهای ابتدایی برای ما است که ما میتونیم خود ما اگر شما این را استفاده بکنین شما یاد میگیرین. ولی در قسمت اول برای ما امو آدرس برنامه هایی که ما با استفاده از این برنامه بیکاپ میگیریم برای ما نشان میتهد که در حافظه موبایل خود ما بازی برنامه ها را در کجا پیدا بکنیم. که همیش به نظر ما یک کمک مهم است، چون بعضی دوستای ما باز نمیتونن برنامه ها را پیدا بکنن. که در اینجا برای ما همون آدرس را میگه و با استفاده از همین آدرس ما میریم و این برنامه که بیکاپ گرفتیم یا هم با حافظه موبایل انتقال دادیم این را میخواهیم که پیدا بکنیم. در اینجا خب ما فایل های شخصی موبایل را باز میکنم. و قبل از اینکه فایل های شخصی را باز بکنیم دوستان عزیز، اگر تا قسمت ویدیو خوشتان آمده باشه کافی است ویدیو را لایک بکنین. و همچنان اگر تا نو چنل را سابسکرایب نکردین میتونین چنل را از پایین ویدیو سابسکرایب بکنین. و همچنان او علامه زنگوله را روی آل یا همه قرار بدین که از ویدیوهای هفتگی ما بیخبر نمانین. و همچنان میتونین نظرات و پیشنهاداتتان در مورد ویدیو برام در کامنت ها بنویسین. خب فعلا بریم و فایل های شخصی را باز بکنیم. در قسمت قسمی که برای ما اونجا نشان داده بود یک پوشه است به نام اپ بیک اپ رستور که در قسمت شما میتونید یک پوشه را ببینید. اینجا یک پوشه وجود داره، ما اجازه بدین که ای را به صورت سطروار برای تان نشان بدم. خب
در قسمت شما این پوشه را میبینید به نام اپ بیکاپ ریستور که پوشه در اینجا وجود داره و قسمی که میبینید این برنامه مورد نظر ما در اینجا بیکاپش گرفته شده، یعنی همو با حافظه موبایل ما انتقال پیدا کرده، اما اپلیکیشنش فایل اپلیکیشنش که شما با این طریق میتونید همی کار بالای برنامه های تلخواهتان انجام بدین و اگر باز دوباره بخواین که همون برنامه را لغو نصب بکنین شما میتونید دوباره از اونجا نصب بکنین. ولی یک چیزی که میخوام براتون دوست عزیز یادآوری بکنم که بعضی برنامه های قوی است که با استفاده از این برنامه ما نمیتونیم اونا را با حافظه موبایل انتقال بدیم، انتقال پیدا میکنه و بعدا باز نمیتونیم که از اونجا نصب بکنیم. و قسمی که شما میفهمین بعضی برنامه ها را اگر از طریق زاپیا و بعضی برنامه های دیگه انتقال بدیم از یک تلفن به تلفن دیگه، از اونجا باز هم شما نمیتونید برنامه ها را نصب بکنین که در قسمت ما مشکل وجود داره. ولی خیلی برنامه های زیاد را میتونیم با استفاده از برنامه ما با حافظه موبایل انتقال بدیم و خیلی کار ساده است و کدام مشکل خاصی نداره. شما میتونید با استفاده از این برنامه عمل را اجرا بکنین. و این شد دوستای عزیز محتوای ویدیو. تشکر میکنم که تا اینجا ما را همراهی کردین. اگر این محتوا خوشتان آمد ویدیو را حتما لایک بکنین و نظرات پیشنهاداتتان در مورد ویدیو برام در کامنت ها بنویسین و همچنان اگر چنل را تا هنوز سابسکرایب نکردین و محتوای ما را میپسندین میتونین چنل را از پایین ویدیو سابسکرایب بکنین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین. تا ویدیوی بعدی که مت خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک میسپارم. هر جا که هستین شاد و کامگار باشین. خداحافظ.